بشم هشم ناسه و نسلی اخت و راتیوالان و مشه را مراشا قهیلت یعقوب بزرت هشم میدوارد پاراشای ویرا فصل 20 پاسوق چهار میفرماید و ویملخ ملخ لقارو و ویملخ ملخ نزدیک نشد به سارای منو و گفت خداوندا آیا ملت همچنین صدیق رو میکشی؟ آره برای خیلی مقادش سوال میکنن که چرا گفته لو قارف میتونست بگه لو با آله ها ایت با ایر ال درخ مشکات و میل خود ملاخیم به نوخش با علشت خبر شلو که که درکا پاتور بر اشت اسرائیل افیل رو که درکا خیاب لزه نیت خکم مخشاش شیه دین سارا دین اشت اسرائیل به لو قارف کلی قار ادامه میدیم اگوی گرم صدیق میفرماید که آیا ملت همچنین صدیق رو تو میکشی؟ مگر اینکه او به من گفت که خواهرمه و من با سادگی قلبم پاکی کفایم این کار رو انجام دادم اینجا سوال آرابار خیلی مقاداش اینه که چرا میفرماید هگوی ملت قرار نیست ملتی کشته بشه بهش میگه تو میمیری عوی ملخ چرا میاد آقای عوی ملخ میگه هگوی ملت صدیق رو میکشی؟ دوم این که چرا میگه گم صدیق همچنین صدیق و ما باید بفهمیم که چرا میگه تحرک میکشی یعنی به هر صورت حالا دستم نزدی میکشی اون رو و اینطور مفهوم نیست از کلام هشم که اگر تو این زن رو برگردونی و بهش نزدیک نشی محکوم به مرگ نیستی پس چرا میگه میکشی تحرک یعنی به هر صورتی حتی دستم نظری همین که گرفتیش تو محکوم به مرگ هستی حقیقتا توضیح میده بر طریقه ای که در پاسخ ملاخیم یک فصل دو پاسخ 17 داریم که او به اخاب پادشاه اسرائیل میگه که او میمیره در جنگ و تمام قوم اسرائیل بر میگرده شخصی به خونش که لغت بشالوم در گمارای براخوت توضیح میده که آمر بیاوین هلوی کسی که نفتار می یک فوت شده ای رو که ازش جدا میشن نگن بهش لخ لشالوم بگن لخ بشالوم همطور که پاسخ میگه وتا تا وای لواته خواب بشالوم تو میای به صورت پدرنات با از یک فوت شده که جدا میشن بشالوم میگن اینجا میگه ملت بر می گردن به خونشون بشالوم چرا لغتی که برای مرد استفاده میشه اینجا گفته که عمرو علمت مثل که در مورد فوت شده داره صحبت میکنه همچنین که نمرد کسی به جز اخاب فقط قرار اخاب بمیره در جنگ و لفظ بشالوم اینجا در مورد مرد است بر تمام قوم قراره که اونا زنده بمونن اینجا بایستی بدونیم که رنج پادشاه رنج تمام قومه و بنابراین به خاطر همین در مورد تمام قوم لغت مرده رو استفاده کرده و اینجا ما شایسته است که با این توضیح اینطور بگیم که شایسته نیست که بدی بر پادشاه بیاد همچنین که محکوم اون پادشاه به خاطر اعمالش که از بین بره ولی چون ملت هم با مرگ او ناراحت میشن و بهشون بدی میرسه پس اینجا شایستن که از جریمه معاف بشه به خاطر اینکه که افراد بیگنا جریمه نشن یعنی مرگ پادشاه مرگ قومه پس اینجا که داره میگه اخاب از بین میره یعنی ملت هم بسیار ناراحت میشن مثل که خودشون آسیب بزرگی دیدن و اینجا هم که داره پادشاه تعجب میکنه وقتی میگه اگوی ملت صدیق رو میکشی میگه که تو با کشتن من که پادشاه هستم ملت رو داری ناراحت میکنی ایخست اسمال گوی قسمت میده خودش رو به ملت با توضیح که ما گفتیم یعنی با کشته شدن عوی ملخ مثل که تمام قوم کشته شده و بدی بر تمام قوم اومده که گفته گم صدیق بر طبق اینکه او صدیقه خطایی نکرده هیچی و هیچ اشتباهی از او سر نزده آیا خداوندی که قاضی صدیقه میکشه یک صدیق رو حالا پادشاه هم نباشه آیا میکشتش؟ و دلیل گفتنش این چنین میخواد بگه که مگر نه که او گفت خواهرمه به که در صحبتهای خدا اینطور به نظرش میرسه که خدا میخواد او رو بکشه به خاطر که فقط این سارا رو گرفته چون تو گرفتیش به خاطر این گرفتن باید کشته بشی در حال که دستم بهش نزده و منظورش این بود که اگر از حالا برش گردونی نمیمیری ولی او هنوز نفهمیده ادعا میکنه مگر نه اینکه من صدیق هستم محکوم به مرگ نیستم به خاطر این گرفتن چون که به او نزدیک نشده فیلو شلوکه در در قانون اریوت اسرائیل مواردی که ممنوع است اینک او صدیقه و در قضاوتش حاکم میشه پس من دست نزدم به او چرا میخوای منو بکشی فقط به خاطر گرفتن و اضافه میکنه و میفرماید که پاسخ میگه الا او آمر اخوتی هی. او به من گفت من خواهرمه و چرا او باید این چنین بگه و ادعا میکنه همچنین اگر من باهاش همراه شده بودم پاتور بودم از جرمیه که به وقتی که میاد بر اشت ایش سهون معافه اونطور که نظر رنبامه البته نه که گناه نداره ولی از اعدام معافه و اون شگگه در گفتنش مگر نه که اون گفت خوهرمه و شوهر نداره یا امکان داره که ما بگیم اوی ملخ فکر کرده که خدا داره میگه تو میدونستی این شوهر داره و عوی ملخ داره به خدا جواب میده میگه نه این گفت خوهرمه و من نمیدونستم که شوهر داره و حقیقتاً با سادگی قلبم من این کار رو کردم و اگر بخوای بگی اوی ملخ داره میگه میگه اگر بخوای بگی که خب ابرام گفت این خواهرمه خب دلیل نمیشه که شوهر نداره خواهرشه ولی خب این زن شوهر داره مرد دیگری شوهرش و چه فایده ای داره که این گفته خواهرمه تو بعد باز میترسیدی اوی ملخ جواب میده میگه خدایا من با سادگی قلبم اومدم فکر کردم که این شوهر نداره نگفت که این شوهر داره این خواهرمه بنابراین من حکم مرگ ندارم و اینکه میگه به نیقیون کپای با پاکی کفهایم منظورش اینه که میخواد محکومیت مرگ رو از خودش دور کنه از دین گازل که من اومدم گرگه سندرین میفرماید و بریده رنبام در تپرقتت از ایل خود ملاخین و این لفظش به نوه بر برگازل چه کسی که گازل میکنه چه کسی که دزدی میکنه یک انسانی رو و اینجا نه فقط در این که دزدی میکنه و اون رو پنهانش میکنه بلکه کسی که گازل میکنه یعنی میدزده یک آدمی رو که در مسئله یه فتوار گفته شده گنو اون تو اسیری که در جنگ که یک زنی رو میبینه و میارتش این لفظ دزدی به کار میبره در برایتا ولی اینجا ایراد میگیره میگه فتوار گازل به زور آوردنش و گنوا است که این در اسیری از جنگ گرفته شده ولی خب بعضی موقع این لفظ گنوان براش به کار برده میشه و اردیبوتا کاتف رمبام گنو و میخواد بگه که نیست که اون خیابه اگر بگیم دزدی باشه سد البته که اگر بگیم به زور آوردتش که این گازله همینطور که فکر کسف میشه که اگر جوریه از حالا وقتی که عوی ملخ اومده سارا رو برداشت و برده پس گازل کرده و خیاب میتاست بر اصل این گرفتنش ولی ابی ملخ میاد میگه خدایا من نمیدونستم و من با پاکی دستم این کارو کردم و فکر کردم که اینا خوشحالم میشن ابراهام خواهرش رو بده به پادشاه براش مقام و منزلت حساب میشه که خواهرش زن پادشاه شده ملکه یک کشوری شده پس اینجا میبینیم که داره از خودش دفاع میکنه با نو گفتن نیقیون کپاین نیقیون کپاین به مسئله گازل برمیگرده میگه من این زن رو با زور نیبردم خودش گفته خواهرمه منم که آوردمش گفتم اینا خوشحال میشن که خواهرشون زن پادشاه بشه ملکه بشه بنابراین من خلافی نکردم و من رو ببخش سالم و سلامت و پیروز باشید